بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خرسندم، خدای متعال رو شاکرم که این توفیق رو داد امروز در تلیعه خورشید رمضانی با شما عزیزان که منور به این نور هستید، به حمد الله با قرآن مأنوس هستید، این جلسه رو داشته باشیم و از نزدیک شما رو زیارت کنیم. جدا امروز من استفاده کردم و لذت بردم از این تلاوت ها و برنامه هایی که اجرا شد. چند کلمه راجع به ماه مبارک رمضان عرض کنم، چند کلمه هم درباره انس با قرآن و کلام الله مجید عرض کنم، بعد هم چند نکته درباره شماها هنرمندان تلاوت عرض خواهم کرد. درباره ماه مبارک رمضان فرمود هو شهر دعیتم الى ضیافت الله. خیلی خوب، شما دعوت شدید. انسان گاهی جایی دعوت میشه، اجابت میکنه، میره به اون مهمانی و پذیرایی میشه. یک وقتم نه، دعوت کردن ما رو، همت نمی کنیم که حرکت کنیم به اون مهمانی بریم و پذیرایی بشیم. پس این دست من و شماست. ماه رمضان، ماه رمضانه، ماه ضیافته، ماه گستره بی‌نهایت رحمت الهی است. اون کسی که بره سر این سفره بنشینه اون کیه؟ پذیرایی بشه اون کیه؟ بحث سر اینه. همت باید بکنیم که ما وارد این تالار عظیم پذیرایی بشیم و سر این سفره بنشینیم. این ضیافت چیست؟ خدای متعال، حالا اگر شما انشاءالله همه تون به بهترین وجهی وارد این تالار ضیافت شدید و به ضیافت الهی مشرف شدید، به شما چه خواهند داد؟ پذیرایی الهی عبارت است از فراهم کردن فرصت تقرب به خدا، یعنی از این چیز دیگه بالاتر نیست. خدای متعال در این ماه فرصت تقرب به خودش رو فراهم کرده. شما اگر وارد این ضیافت شدید، از این پذیرایی بهره مند میشید. این فرصت چیست؟ این فرصت روزه است. این فرصت اجر بی پایان تلاوت الهی است، تلاوت قرآن است. این فرصت اجر مضاعف برای اصلاح ذات البین است و امثال این چیزها که در خطبه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وجود دارد. از خدای متعال بخواهیم اینها رو، بخواهیم خدای متعال به ما این توفیق رو بده که از این فرصتها استفاده کنیم. لذا فرمود فاسألوا الله ربكم بنیات صادقه و قلوب طاهره ان یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه. این رو از خدا بخواهید. و الحمدلله شما اکثراً جوان هستید و دلهای پاک و نورانی و متلعله که انسان واقعا قبطه میخوره به حال شما جوانها، میتوانید از این فرصتها به بهترین وجهی استفاده کنید. در دعای صحیفه سجادیه، دعای 44 که دعای ورود به ماه رمضان است، اونجا حضرت اینجور عرض میکنن به خدای متعال. حضرت سجاد سلام الله علیه می فرمایند و اعنا علی صیامه
به کف الجوارح عن معاصی. صیام اینجوری معلوم شد که صیام فقط نخوردن و اجتناب از این کارهای ظاهری نیست، این هم جزء این صیامی است که شما رو به خدا اونجور نزدیک میکنه. کف جواره از معاصی الهی و استعمال آفی به ما یرضیک. بعد البته دعا دعای مفصلی است و من توصیه میکنم که کسانی که نخوندن این دعا رو بخونید این دعا رو، واقعا بهره‌مند بشید. شما این لیاقت رو دارید که از کلمات امام سجاد در صحیفه سجادیه به بهترین وجه استفاده کنید. دنبالش بعد از فاصله می‌فرماید و اند تقرب الیک فیه من الاعمال الزاکیه به ما تطهرنا عن الذنوب و تعصمنا فیه مما نستعنف من العیوب. هم از گذشته ما رو خدای متعال پاک کنه، هم در آینده ما رو محفوظ کنه و نگه داره. قدر این ما رو بدانیم. اما در مورد انس با کلام الله، خب قرآن یکی از نامهای مبارک قرآن ذکر است. در خود قرآن چند جا تعبیر ذکر به کار برده شده و مراد قرآنه. مثلا و هادا ذکر مبارکون انزلنا، سوره انبیاء. و هادا ذکر مبارکون انزلنا، قرآن به عنوان ذکر معرفی شده. یا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، سوره هجر، که اینجا هم همینجور و چند جای دیگر قرآن، شاید مجموعاً 4-5 جا، 5-6 جا در قرآن هست که قرآن ذکر نامیده شده. چرا ذکر؟ ذکر یعنی یاد. قرآن ذکر است یعنی چه؟ یعنی مذکر است، یاد آورنده است. قرآن ما رو به یاد میاره. این به عنوان مبالغه است. وقت در کلام عرب وقتی بخوان مبالغه کنند اسم فاعل رو به صورت اسم فاعل به کار نمیبرن، به صورت مصدر به کار میبرن. بگن زیدون عدلون، وقتی بخوان بگن زید خیلی عادله میگه زیدون عدلون، زید عدل است. این اینه. قرآن ذکر است، یعنی در نهایت یاداوری و در نهایت مذکریت است. این قرآن. خب ذکر وسیله ارتباط، ذکر یعنی یاد. شما اگر یادتون بود ارتباط برقرار میکنید با هر کسی، با هر چیزی. اگر از اون یادتون رفت قرآن دیگه ارتباط برقرار نمیکنید دیگه. ذکر طبیعتا وسیله ارتباط. اگر میخواییم با خدا ارتباط داشته باشیم، با بهشت ارتباط داشته باشیم، با باطن عالی رتبه خودمون که خدای متعال برای ما قرار داده و ما میتوانیم به اون برسیم و فعلیت بدیم به او، اگه میخواییم ارتباط کنیم باید به یادش باشیم. اگر یاد رفت غفلت حاصل خواهد شد و این غفلت همون چیزیست که در قرآن مکرر نسبت به این غفلت پرهیز زنهار داده شده، بر حذر داشته شدیم از این لقد کنت فی غفلت من هذا. در قیامت به کافر و منحرف میگن لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک. این مال سوره قاف است. در سوره مبارک انبیا یا ویلنا قد کنا فی غفلت من هذا، این رو کافر در قیامت اینجور میگه، یا ویلنا، وای بر ما، ما دچار غفلت بودیم، دچار غفلت بودیم. غفلت خیلی بلای بزرگی است. لذا در دعا یکی از دعاهای مربوط به
نافله شب، اللهم انی اعوذ بک من الکسل و الهرم و الجبن و البخل و الغفلت و القسوه. غفلت، به خدا پناه میبریم از غفلت. خب پس غفلت نقطه مقابل ذکر است، قرآن هم ذکر است. هرچی که شما با قرآن بیشتر انس پیدا کنید ذکر بیشتر خواهد شد، و البته ذکر با مراقبه تقریبا همسان یا به یک معنا متحدند. و مراقبه که این همه اهل معنا و اهل سلوک روی مراقبه تاکید میکنن و میگن پلکان عروج انسان مراقبه است، مراقب خود بودن. گمان میکنم تو فرمایشات مرحوم آخوم الله حسین قلی همدانی یا یکی از شاگردای ایشون یه وقتی دیدم که ایشون میفرمایند بدون مراقبه گاهی حال هم برای انسان پیدا میشه، اما این حال باقی نمیمونه. اگر مراقبه بود اون حال معنوی هم برای انسان باقی میمونه. بنابراین این تلاوت این خصوصیات رو داره، تلاوت قرآن، انس با قرآن و تلاوت قرآن. خب این سخن گفتن خداست دیگه، قرآن وقتی میخونیم خدا داره با ما حرف میزنه. این حرف زدن هم فقط مربوط به گذشته و قضایای یا قصص قرآنی نیست، مربوط به همین وضع فعلی ماست که با اون زبان داره بیان میشه. برای این است که ما راه خودمون رو پیدا کنیم و پای صحبت خدا بنشینیم، و این نعمت بزرگی است که خدای متعال به ما داده، که در یک نعمت این است که هر وقت میخواییم با خدا حرف بزنیم که به غیر شفیع منی، همینطور هر وقتی که اراده کنیم که در دعای شریف افتتاح هست با خدای متعال میتوانیم حرف بزنیم. این دعاست و هر وقت اراده کنیم میتوانیم پای صحبت خدا بنشینیم. وقت با شماست، تعیین وقت رو در واقع شما دارید میکنید که پای صحبت خدا بنشینید و استفاده کنید. با این چشم به تلاوت قرآن نگاه کنید، قرآن رو با این نگاه ببینیم و اینها. و تلاوت باید تکرار بشود. بارها بنده عرض کردم باید تلاوت رو تکرار کرد، باید قرآن رو خوند، از اول تا آخر تمام کرد، دوباره شروع کرد از سر تا آخر، و پیوسته و پی در پی باید قرآن رو استفاده کرد. و قرآن معجزه پیغمبره. خب این پیغمبر که پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است، دینش ابدی است، پس معجزش هم باید ابدی باشه دیگه. دین پیغمبر دین ابدی است، معجزه او هم بایستی ابدی باشه. یعنی چه ابدی؟ یعنی اینکه شما هر وقتی از دوران طولانی تاریخ تا اون وقتی که این دین برپاست، یعنی تا ابد، در هر دوره‌ای معارف مورد نیاز خودتون رو برای زندگی بتونید از قرآن پیدا کنید. زندگی یعنی چه؟ زندگی یعنی همون معنای وسیع زندگی، زندگی معنوی، زندگی متعالی الهی، زندگی مادی، خانواده، حکومت، ارتباطات اجتماعی تا اتصال به خدای متعال. اینا اون صحنه وسیع و گستره عظیم زندگی انسان اینهاست. قرآن باید بتوانه و میتوانه که در باره همه این محدوده عظیم پاسخ بده به سوالات شما و راهنمایی کنه معارف بلند الهی رو، عالی ترین مفاهیم مربوط به این زندگی انسان رو قرآن میتوانه به ما معرفی کنه. که خب البته این با تعلم و توقف به دست میاد، اینو فراموش نکن. بله از ظاهر قرآن غالب مردم، نه اونم نه همه مردم،
غالب مردم یه استفاده ای میکنن، اما استفاده از اعماق قرآن و بطون قرآن جز با تعلم و توقف به دست نمیاد، که در نهج البلاغه در خطبه 110 و تعلم القرآن با یه فاصله ای بعد و تفقه فی، تفقه یعنی آموزش عمیق، یادگیری عمیق رو بهش میگن تفقه، و تفقه فی آموزش عمیق ببینید درباره قرآن، فانه ربیع القلوب بهار دل هاست، بهار دل هاست، دل رو طراوت میبخشه و به دل شکوفایی میده. اینه. و این با تدبر، تدبر و تعلم و تفقه لازمه. اون شرطش هم البته تطهیر قلب است، باید دل هامونو پاک کنیم از خیلی از واردات قلبی، خودمون رو نجات بدیم، که اینم باز برای شما جوان ها از امثال بنده به مراتب آسان تره. اینه به شما بگم، بدانید ما دوران شما رو هم طی کردیم، گذروندیم، تجربه شو داریم، دوران خودمون رو هم که شما تجربه شو ندارید ما داریم. این چیزی که عرض میکنم در دوران شما به مراتب آسان تر از دوران ماست، تطهیر قلب و لا یمسه الا المطهرون، بایستی تطهیر کرد دل را و قرآن رو مس کرد. یک حدیثی رو مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه نقل میکنن، من خوشم آمد که این رو عرض بکنم به شما. این حدیث از امیرالمومنین علیه السلامه که مرحوم طباطبایی میفرماید و هو من غرر الاحادیث، این از برجسته ترین و زبده ترین احادیث اهل بیت علیهم السلام. یه نفر از حضرت سوال میکنه، قیل له هل عندكم شيء من الوحی، از امیرالمومنین میپرسه که شما غیر از این قرآنی که الان در اختیار ما هست چیزی از وحی در اختیار شما هست؟ حضرت میفرمایند که قال لا والذي فلق الحبه و برع النسمة، نه به خدا قسم ما بیش از این چیزی در اختیار ما نیست. الا ان یعطی الله عبدا فهما فی کتابه. بله، این ترجمه فارسیش به زبان متعارف ما اینجوری میشه، بله اگر خدای متعال راه رو باز کنه ما در همینی که هست غور کنیم، اون وقت چیزهای زیادی در اختیار ما هست. مرحوم علامه طباطبایی میگن که این بیانات امیرالمومنین در توحید، در معارف الهی، که به تعبیر ایشون بیانات عجیب امیرالمومنین، که شما نهج البلاغه رو که نگاه کنید این واقعا اعاجیب، به تعبیر ایشون اعاجیب، ایشون میگن همه اینها رو امیرالمومنین از قرآن استفاده کرده، از این حدیث استفاده میشه، که همه این معارف عالی و ممتاز که برای فهمیدن آنها عقول متعارف عادی کافی نیست، باید انسان فکر کنه، یاد بگیره، درس بگیره تا بفهمه، همه این معارف رو امیرالمومنین از قرآن گرفت، از قرآن استفاده کرد. قرآن اینه، این اقیانوس عمیق اینه. خب حالا چند جمله و چند نکته هم درباره مسائل مربوط به تلاوت برای جمع که کار با ارزش شماست. اولا به حمد الله کشور ما از لحاظ قراء خوشخوان یکی از کشورهای برجسته و نمونه است. یعنی در دنیای اسلام شاید حالا مثلا یک کشور مصر که حالا یه امتیازی در این زمینه داره، من فکر نمی کنم بقیه کشورها این تعداد قاری برجسته و خوشخوان و درستخوان در کشورها وجود داشته باشه که به حمد الله در کشور ما هست، به برکت جمهوری اسلامی است. ما کجا بودیم؟
به کجا رسیدیم؟ کجا بودیم؟ به کجا رسیدیم؟ اوائل انقلاب همت ما و اهتمام ما این بود که قاری ما بدونه کجا باید بخونه، کجا وصل کنه، کجا وقف کنه، کجا بیسته. یعنی در این حد، اونم قاری قرای معدودی که بودن. امروز به حمدالله انسان نگاه میکنه، قرای متعدد کثیر. بنده با رادیو تلاوت مانوسم الحمدالله، غالبا گوش میکنم اون وقتی که فراغت داشته باشم. به قدری تلاوت های خوب انسان در این رادیو و در تلاوت هایی که حالا در کاری در تلویزیون کمتر توفیق پیدا میکنم وجود داره که انسان واقعا خدا رو شکر میکنه. من خیلی اوقات وقتی میشنوم تلاوت رو خدا رو شکر میکنم. خیلی از این قرای ما امروز از بسیاری، نمیگم حالا همه، اون برجسته ها رو هنوز نرسیدید شما ها به اون برجسته هایی که هستن که باید کار کنید. اینم یکی از نکاته که حالا اینو تو پرانتز عرض بکنم. شما که خوب میخونید و درست میخونید و مستمع رو به هیجان میارید، فکر نکنید که کار تمام شد. هر وقتی که در هر جایی آدم فکر کرد دیگه به آخر خط رسیده، دیگه بالاتر از این چیزی نیست، همونجا نقطه سقوط انسانه. بنده به شعرام همین رو میگم، به نویسندگانم همین رو میگم، به طلابم همین رو میگم. باید پیش برید، باید بازم جلو برید، پیش برید و تکمیل کنید، و جا برای تکمیل هنوز هست. اینجور نیست که خیال کنید حالا همه چی تمام شده. اما اونی که الان هست انصافا افتخار آفرینه. یعنی اونی که ما امروز در اختیار داریم به حمدالله این تعداد و این کیفیت رو ما در جایی غیر از حالا همون که اسم آوردم سراغ نداریم به این اندازه که وجود داشته باشه. حتی قرای فعلی ما خیلیشون بهتر هستند از اون بعضی از کسانی که دعوت کردیم، آوردیم اینجا، پولم بهشون دادیم، قرآنشون هم گوش کردیم. هزار نفرم بی خودی الله الله داد کشیدن پای صحبتشون که هیچ لزومی هم نداشته. گاهی بدم میخونه اما جمعیت میگن الله. او میفهمه که این جمعیت نمیفهمن خوب و بد تلاوت رو، لذا سعیم نمیکنه دیگه خوب بخونه. اینو بنده دیدم بعضی از قرا در مصر که خوندن خوب خوندن، اینجا که آمدن خوندن نه، خوندنشون تعریفی نداره. این مهمه. این حالا شماها که با مستمع این طرفید این تذکرات رو باید بهشون بدید، اگرچه حالا مدتی هم هست که مهمان اونجوری نداریم. نه، ما الحمدلله قرائمون قرائم خوبی هستن. حالا از همین جمعی که امروز خوندن من نگاه میکنم ببینم تلاوت هایی که من گوش کردم، حالا چه از آقای نظریان، یه تلاوتی ایشون کرده بود از سوره قصص، همون بخشی که قسمتی که مصطفی اسماعیل خونده، خیلی خوب بود، خیلی خیلی خوب بود. یا آقای مقدمی تلاوتی کرده از سوره هود، بسیار خوب بود، بسیار خوب بود، خیلی برجسته بود انصافا. این حامد آقا همینجور هر تلاوت های خیلی خوبی دارن. بعضی از دوستانی که حالا امروز اینجا خوندن خیلی های دیگه هم همینجورن، رلا چون من نمیبینم اشخاص رو و نمیشناسم اسمشون رو، نمیدونم کیا هستن کیا نیستن، اسم نمیارم. این چند نفری که اینجا تلاوت کردن رو اسم آوردم. اینا از خیلی از اینایی که آمدن اینجا و به عنوان استاد فلان کس ازشون یاد میشه، اینا خیلی بهتر از اونا میخونن و الحمدلله این روز به افتخارات ماست. خب این حالا نکته اول. نکته دوم این است که تلاوت در جمع یک هنره، یک هنر مقدسه.
یک هنری. این هنر رو که در شمار برترین هنرهای قدسی است و برترین جزو برترین هنرهای مقدسه، این باید در خدمت ذکر و در خدمت دعوت باشه. قرآن ذکر دیگه، تلاوت شما باید در خدمت ذکر باشه. باید جوری تلاوت کنید که من مستمع متذکر بشم به یاد خدا، به یاد قیامت، به یاد عوالم بالا بیفتم. بیشتر از اونی که انسان متذکر هست باید از تلاوت شما متذکر بشه. شما در تلاوتتون این رو در نظر قرار بدید، این رو بخواهید. چیزهای حاشیه‌ای، بعضی از خودنمایی‌ها، حالا ماها خب انسانیم، ضعیفیم، تو کارامون یه بخشی خودنمایی‌هایی هست، حالا اون مقدار کمش رو بنده نمیخوام خیلی عرض کنم که مته رو خشخاش بگذارم، لکن مراقب باشیم که او غلبه نکنه اون حالت خودنمایی بر اون حالت تذکر و مذکریت و دعوت الالله غلبه نکنه در این تلاوتی که شما انجام میدید. نباید فقط به عنوان یه هنر به این نگاه کنید. بعضی از خواننده های قرآن غیر ایرانی که انسان نگاه میکنه به این به صورت فقط یه هنر نگاه میکنن. نه، این فقط یه هنر نیست، این وسیله دعوت الالله. با این شکل بایستی بهش نگاه کنید. باید جوری باشه که و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. وقتی شما قرآن بخونید باید ایمان من افزایش پیدا کنه، ایمان مستمعتون بایستی افزایش پیدا کنه. این یه مقداریش به عهده شماست که شما باید این کار رو انجام بدید. تو حدود زیادی بر عهده قاری است. قرائت رو شما با استعاذه شروع میکنید. این استعاذه حقیقی باشه، این استعاذه واقعا به خدا پناه ببرید از شر شیطان. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، که سوره مبارکه نحل. این تلاوت اگر با استعاذه شد در خدمت اغراض شیطانی قرار نخواهد گرفت. این هم یه نکته. یه نکته دیگر مهندسی تلاوته. این چیزی است که من همیشه خواستم چند بار به بعضی از قرایی که تلاوت کردم پیش ما خواستم بگم، فرصت نشده. یکی از چیزهایی که باید شما به عنوان قاری در نظر داشته باشید مهندسی تلاوته. باید این تلاوتتون رو از پیش در ذهنتون مهندسی کنید. البته اینا طبعا بعدا به تدریج میشه به شکل مثل غریزی و عادی میشه برای انسان، لکن در اول کار، اوائل کار، تا مدت ها مسلمن احتیاج داره به این که توجه کنید. مهندسی یعنی چه؟ چند جور مهندسی هست. یکی انتخاب لحن مناسب برای هر بخش. همه لحن ها برای مثلا فرض کنید که لحن قصه مناسب نیست، یا همه لحن ها برای آیات انذار از عذاب مناسب نیست. یک لحن های مناسبه، یک لحن های مناسب نیست. لحن مناسب با اون مضمون رو باید پیدا کن. تو این کار بعضی از قرائ مصری حقا و انصافا در سطح عالی هستند که میدونن با چه لحنی باید اینو بخونن. این یه جور. اگر انذار هست، اگر وعید هست، اگر بشارت هست، اگر وعده بهش هست، اینا هر کدوم اقتضا داره. اگر قصه است، این اقتضا داره هر کدوم از اینا یک لحن رو باید مهندسی کنید. یک مهندسی دیگه مهندسی
انخفاض و اعتلاء صداتونه. صدا رو کی بالا ببرید کی پایین بیارید، این مهمه. بعضی ها صدا رو بالا میبرن بی مورد، جایی که اصلا جای بلند کردن صدا نیست. باید تشخیص بدید که کجا بایستی صدا رو بلند کرد و با تون بلند باید خوند، کجا بایستی آرام کرد. البته در بعضی از تلاوت هایی که انسان از قرآن معروف میشنوه یه به صلاح انخفاض و اعتلاء هایی وجود داره که حالا اونا مخصوص خودشونه، اون تکرار اونها هم به نظر ما خیلی مناسب نیست. خود شما بایستی تشخیص بدید، توجه کنید که کجا بایستی صدا رو بلند کرد، کجا بایستی اینها. یکی هم کیفیت القاه، کیفیت القا هم خیلی مهمه. گاهی انسان یه نمونه هایی رو، بنده حالا یه نمونه رو عرض بکنم، در تلاوت سوره مبارکه فاطر عبدالفتاح شعشایی که واقعا یه تلاوتگر فوق‌العاده است، او میرسه به این آیه شریفه: یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. بدونید مسلمان‌های عرب دنبال اینن که نفس بلند به کار بره. وقتی با نفس طولانی قاری تلاوت میکنه خوششون میاد و تشویق میکنن و الله الله میگن، و نفس کوتاه رو خیلی دوست نمیدارن. عبدالفتاح نفسش کوتاهه. اما این یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله رو با یک لحنی میخونه که این مجلس زیر و رو میشه. به نظر من بشنوید این تلاوت رو، مجلس رو زیر و رو میکنه از بس با لحن مناسبی این رو میخونه. این رو در نظر داشته باشید، لحن متناسب رو اینها. این مهندسی. یه مهندسی دیگری هم وجود داره و او کیفیت تلاوتی است که بتوانه واقعه رو مجسم کنه در مقابل مستمع. واقعه رو مجسم کنه، یعنی جوری بخونه که شما که دارید میشنوید کنه و دارید میبینید واقعه رو. که تو این قضیه استاد مسلم شیخ مصطفی اسماعیل انصافا که فوق العاده است در این جهت، تو اون آیات شریفه سوره قصص: و وجد من دونهم امرأتان تذودان قال ما خطبكما، بعد فسقا لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي فقير فجاءته احداهما تمشي على استحياء. اینا رو جوری میخونه که شما کنه و میبینید که این دختره داره میاد و خجالت میکشه، که این خجالت ناشی از احساساتی است. رفتن پیش پدرشون صحبت این جوون رو کردن و گفته خیلی خوب برید دنبالش بگید بیاد. فجاعت و احدا اما تمشی علی استحیاء. اینو چند بار تکرار میکنه. یا در سوره مبارکه نمل: ایکم یعتینی و عرشها قبل ان یعتونی مسلمین قالت عفریت من الجن انا آتیک بهی قبل ان تقوم من مقامک. انا آتیک بهی، انا آتیک بهی، اونچنان این انا آتیک بهی رو از زبان این عفریت جن تکرار میکنه و بیان میکنه که انه انسان داره میبینه این عفریت جن رو، که با یه غروری میگه من برات میارم قبل ان تقوم من مقامک. بعد قال من عنده علم من الكتاب انا اعطيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، یعنی زد تو دهن اون عفریت جنی
گفت قبل از اینکه چشم تو به هم بزنی من حاضر میکنم، که حاضرم کرد. اینو جوری میخونه که انسان که انه او داره میبینه که این اتفاق داره میفته. این هم یه جور مهندسی است. بالاخره به طور خلاصه تلاوت قاری باید منشأ اثر باشه. باید شما که تلاوت میکنید جوری تلاوت کنید که تأثر در مستمع شما به وجود بیاد و منشأ اثر بشه. انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. اتباع باید به وجود بیاد با خوندن شما، با تلاوت شما بایستی اتباع به وجود بیاد. این حالا چند نکته بود که عرض کردم. یه نکته هم راجب این مسئله اختلاف قرائت ها بگم. بعضی از قراء مصری که ما دعوت کردیم و آمدن در طول این چند سال تقید داشتن که انواع و اقسام قرائت ها رو بخونن. حالا بعد چون خیلی مسلط نیستم نمیتونم قطعا بگم که اینا قرائت شاذ رو هم میخوندن. ما 14 تا قرائت داریم، علاوه بر اون را چند تا قرائت شاذ هم داریم. من احتمال میدم حتی بعضی از اونها در طلباتشون مقید بودن، تکرار که میکنن هم دو قرائت های مختلف را قرائت شاذ هم بخونن. این به نظر من هیچ وجهی نداره. این هیچ ذکری در این وجود نداره، هیچ دعوتی در این وجود نداره. بله، من البته اختلاف قرائت خوندن رو رد نمی کنم، اما محدود. قرائت ورش از این جهت مهمه که در شمال آفریقا و در غرب دنیای اسلام قرائت رایجه. ورش خودش سالها در مصر زندگی می کرده. شاید هم ورش هم قالون اینا در مصر زندگی میکردن. سالهای متمادی ورش در مصر بوده، لذا قرائت ورش در مصر و در شمال آفریقا و در تونس و اینها معروف. قرآنهایی طبق قرائت ورش و طبق قرائت قالون اونجا چاپ شده که برای ما هم فرستادن، بنده دیدم. این قرائت ورشه، بنابراین خوندن قرائت ورش ایرادی نداره، چون یکی از قرائت های رایجه، ولو حالا نه به قدر قرائت حفص، اما بالاخره رایج. این خوبه. قرائت حمزه هم که این نوجوان ما امروز یه مقداری قرائت حمزه رو میخوند، اینم از یه جهتی خوبه و اون این که این سکتی که در قرائت حمزه هست بین حرف ساکن و حمزه، این سکت چیز قشنگیه. از این جهت که زیبا میکنه تلاوت رو، گاهی اوقات ایرادی نداره به نظر ما. این دوتا قرائت رو اگر چنانچه بخونن بد نیست، اما دیگه اختلاف قرائت های مختلف و شکل های گوناگون در یک کلمه و اینها به نظر ما اینها خیلی لزومی نداره. یعنی اون چیزی که مورد انتظار از شماست که او ذکر و دعوت و تذکر و اینهاست، اون رو تأمین نمی کنه حقا و انصافا. یک نکته دیگر رو همینجا من یادداشت کردم عرض بکنم. ما در زمینه فعالیت های قرآنی خب کارهای خیلی خوبی شده، لکن کافی نیست اینها. ما به تلاش‌های بیشتری احتیاج داریم. یکی از پیشنهادهایی که به ما شد و کار درستی است من مطرح می‌کنم، شما هر کدوم که می‌تونید انجام بدید، این است که مساجد یک محل، حالا مثلا در تهران مساجد فلان بخش از تهران که 3 تا 4 تا 5 تا مسجده، هر کدوم از اینها یک پایگاه قرآنی باشن و با هم ارتباط داشته باشن. اینا برن به مهمانی اونها، اونا بیان به جلسه اینها، با هم مسابقه بدن. این غیر از این مسابقات رایجی است که اوقاف و دیگران راه میاندازن.
یه چنین کارهای انجام بگیره. این بهترین مشوق است برای اینکه جوانها و نوجوانها وارد وادی قرآن خوانی بشن. ما به این احتیاج داریم. ما جوانامون باید وارد عرصه قرآن خوانی بشن و به خصوص حفظ قرآن، که ما خب حافظ زیاد لازم داریم. من چند سال پیش هم عرض کردم تلاشایی هم شده، منتها هنوز خیلی فاصله داریم تا اونجا. اگر بخواهید اون 10 میلیون رو تأمین بکنید، راهش این است که نوجوانهای ما وارد وادی قرآن بشن. نوجوان که وارد شد حفظ آسان میشه. راهش هم این است که در مساجد این کار اتفاق بیفته. هر مسجدی بشه یک پایگاه قرآنی، مساجد این محل با همدیگه ارتباط داشته باشن، همکاری داشته باشن، اساتیدشون اینها رو با هم آشنا کنن، اینا برن پیش اونها. ما در مشهد داشتیم این کار رو، ما هم در مسجد کرامت، هم در مسجد امام حسن مجتبا، که خداوند انشاءالله رحمت کنه مرحوم آقای مختاری را، قاری بسیار خوب مشهد، و همچنین جناب آقا مرتضای فاطمی که جزو بهترین های مشهد، هنوز هم جزو بهترین قرای کشور الحمدلله ایشون محسوب میشه. اونجا سالها این دو نفر رو من دعوت کرده بودم، خواسته بودم در مسجد کرامت این جلسه رو اداره میکردن. تو مسجد امام حسن هم که ما بودیم، این دو مسجدی که بنده رفت آمد داشتم، اینها می آمدن تلاوت میکردن. و این ارتباط مساجد با یکدیگر و ارتباط قرا و مستمعین قرا و شاگردان قرا با یکدیگر یکی از این فرصت هایی است که انشاءالله می توانه در خدمت این کار قرار بگیره. خوب اسمی هم از مرحوم آقای مولایی بیاریم رحمت الله علیه، که اون هم خیلی حق داره به گردن تلاوت قرآن در تهران. ایشون خیلی حق داره، خیلی تلاش کرده. مرحوم قفاری و دیگر برادرانی که در این جمع بودند و سالهای قبل بودند و امسال در بین ما نیستند، خداوند انشاءالله در درجات همشون رو عالی کنه. پروردگارا و محمد آل محمد، ما رو از اهل قرآن قرار بده، ما رو با قرآن مأنوس کن، ما رو با قرآن زنده بدار، با قرآن بمیران، با قرآن محشور کن، معارف قرآنی رو در دل ما پروردگارا بیدار و زنده کن. پروردگارا اساتید ما، کسانی که ما رو به این راه هدایت کردن، راهنمایی کردن، انس با قرآن رو به ما یاد دادن، پروردگارا اونها رو مشمول رحمت خودت قرار بده. امام بزرگوار ما، شهدای عزیز ما رو با پیغمبر محشور کن، ما رو هم در راه اونها ثابت قدم بدار. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.